خشونت ها به دنبال یک مشاجره لفظی در تعامخانه خوابگاه مرکزی دانشگاه کابل سرآغاز درگیری فیزیکی میان دسته های از دانشجویان در دانشگاه کابل شد. در پی این درگیری ها شمار کشته و زخمی شدند. زنه پویردم پونتون خو یو اکادمیک موسسه ده، هلته چړی او هلته توپنچه او هلته کلاشونکوفونه انتقالېدل. دلته زما سره ثبوت شته، عکسونه شته. د دې په باب دقیق څېړنه ضرور ده، او د یو برحال وزیر د کابینې چې جناب اوس برحال د کابینې وزیر صاحب دی، د هغه سکرتر د توپنچه سره نیول سوی دی، اوس هم بندي دی. چقدر مسائل قومی و سمتی و زبانی را که نخبگان ما متاسفانه از همه پارلمان گرفته تا زمامداران سیاسی ما تا کسانی که در حکومت هستند، اینقدر که تخم نفاق و کینه از اینجا دامن زده میشه، نه مردم افغانستان اینقدر مشکل داره، نه اونمو دانشجویانی که برای درس خواندن میآید در دانشگاه ها. متاسفانه تمام برنامه ها توسط نمی نخبگان ما چیده میشه. اعضای مجلس نمایندگان تأکید میکنند که برای روشن شدن این رویداد باید وزیر تحصیلات عالی، فرمانده پلیس کابل و فرمانده گارنیزون کابل به نشست این مجلس استجواب شوند. بهتر داده چه تاسو دلور زدکر وزیر یا هم امنیتی مسئولین د کابل د امنی قماندانی یو لکمیسون نسخه بلنه ورته ورکی ترسو پوری چه اصلا واقعیتون التا بربرنسی چه موضوع چه شیوه، البته سلامت او ملامت معلوم سی چی قضیه لکم زینه پیل سوز سلاوی ولی دل ترا انتقالی گی دا سوک را انتقالی دوام خبر دادا سی دی دغا باید سی دغا سی اساسی چیرنه و سی سی کم استادان دی دوگو محسنین و لشا ولار دی سی آغا قومی جبنیو یا مذهبی تعصباتو تلمن وگی. اعضای مجلس نمایندگان همچنان میگویند که پس از روشن شدن موضوع درگیری دانشجویان، پلیس باید افرادی را که در این قضیه متهم هستند مورد پیگرد قرار دهد. این در حالی است که روز جمعه پلیس کابل 35 تن را در پیوند به شورش در خوابگاه دانشگاه کابل بازداشت کرده است.